مال شماست. چیه؟ کارت عروسیتونه؟ هرچند خیلی دلم میخواد بگم بله، ولی نه، کارت دعوت. دعوت به چی؟ به یه چیزی که فکر کنم خوشحالتون کنه. ممنون که به فکر خوشحالی منی، اما واقعیتش اینه که این روزا هیچی منو خوشحال نمی کنه. شما که همیشه می گفتین یه راهی هست؟ ما فکر میکنم فصل خداحافظیه. تسلیم شدیم بابا. وقتی که هیچ راهی نمونده، آخرین راه تسلیم شدنه. آقای تابش، هنوزم میشه جنگید. آره میشه، ولی نه برای جنگجوی خسته. من یه عمری جنگیدم، اما الان خستم، خیلی خستم. من خیلی وقتا میترسیدم، اما هیچ وقت ناامید نشده بودم. هیچ وقت نیده بودم اینطوری حرف بزنیم بابا. برای اینکه هیچ وقت توی چنین موقعیتی نبودم. امروز فهمیدم که دیگه برای هر کاری دیر شده. دست و پاهم رمقی ندارن، قلبم میزون نیست، فکرم درست کار نمی کنه. چجوری بگم، یه روز میرسی ته خط، منم امروز یه چیز خیلی مهم رو فهمیدم. اینکه تو این دنیا هیچ چیزی برای من مهمتر از خانوادم نیست. مهمتر از شما، شبنم، حامد. الان فصل خداحافظی نیست بابا. هنوز یه راهی مونده. نمیخواین کارت دعوتتون رو باز کنین؟ من هر چی داشتم و نداشتم و فروختم، شد این.
میخوام تو کارخونتون سرمایه گذاری کنم. شریکم میکنیم بابا. نمیتونم قبول کنم. این همه سرمایه‌ت. همه سرمایه زندگی من شما این بابا. بابا من تو این سالا خیلی اذیتت کردم، شاید این یه حرکت کوچیک باشه برای جبران گذشته ها، این فرصت رو از من نگیر. نبود شبنم جون، هادی پیش دوستشم نبود، خودم باهاش حرف زدم، گفت حتی با هم تماسم نگرفته. دیگه نمیدونم باید چه خاکی تو سرم بریزم. آروم باشین فرشته جون، ایشالله که اتفاقی نیفتاده. اگه بلایی سرش آورده باشن چی؟ کجا؟ یه بسته برای جناب تمدن آوردن از طرف آقای پویا. بدم من بهشون میدم. نمیشه، شخصا باید بهشون تحویل بدم. هر چی میپرسید قسم میخورم من از هیچی خبر ندارم. من نمیدونستم اون احمق نادون میخواد شما رو تهدید کنه. خفه شو، تو اون تخم جن بوداله فکر کنی من از این بادا میلرزم؟ کور خوندی؟ من روزی 100 تا چموشه از تو و اربابتو رام میکنم، افسار میزنم. به خدا آقا، من نه تای پیازم نه سای پیاز، اصلا هیچ کارم. من 100 دفعه بهش گفتم که با شما در نیفته. پس حرف تو کلش نمیره. بهش نشون میدم، هر کاری که شما بگید من میکنم. با تو کاری ندارم، فقط پیغام بهت میدم بهش برسون. چشم آقا نوکرشون، میتونی بری. پس پیغام چی شد؟ پیغام بیرون بهت میدم، حالا برو گمشون. نیست زبونه گیر کرده، سب کن.
هادی خیلی وقت غذا درست نکرده. الو هادی سلام. میگم یه عکس از هادی بده ببرم کمتری. میدونم ازم دل خوری با اون قهری ولی الان اصلا شرایط خوبی برای قهر کردن نیست. من به کمک دلتی بشدم. ما باید با هم حرف بزنیم. میخوایی اسمشو بذار منت کشی عذرخواهی یا هر چیز دیگه. حتما شرایط این مدت من بی تاثیر نبوده توی رفتارم و ثابتو، ولی ما باید با هم حرف بزنیم. باید سنگامون رو با بکنیم. تا جایی که از حرفای هادی فهمیدم نوزر به سفارش منصور ماشین حامد دزدیده بود تا بتونه باشین مهندس اسمش چی بود؟ مهندس جمشیدی. همین مهندس جمشیدی رو زیر بگیرن. نوزر از این طریق میخواسته از منصور باج بگیره، ولی وقتی منصور کشته شده نوزر فهمیدی که آدمای خطرناکی پشت پردن و کلن بی خیال باج گرفتن شده. کیا آدمای خطرناکی هن؟ هادی چیز زیادی به ما نگفت، نمیخواست منو وارد قضیه کنه. آخه بالاخره یه اسمی نشونی. تو چه جور آدمی هستی که نمیدونستی رفیقت داره چی کار میکنه؟ کاشکی تنهاش نمیذاشت. ولی مطمئنم که هادی یه سرنخهایی پیدا کرده که امیدوار بود از طریق اون سرنخها به یه جایی برسه. مطمئنم. هادی که اومد پیش تو چی گفت؟ اون راجب ماجرای عقدنامه از من یه سوالایی کرد بدون اینکه بهم بگه چی شده. بعدم یه فیلمی رو که یواشکی از مریم و پویا گرفته بود با موبایلش بهم نشون داد. مریم و پویا؟ آخه به رابطهشون مشکوک شده بود، فکر بود رابطهشون پنهانیه و به خاطر موضوع خاصی شکل گرفته. بعدم که بهش گفتم که با هم نام زدن دیگه دنبال حرفش رو نگرفت. یعنی این بچه هم گرفتار قضایای کارخونه شده. اون میخواست به شما ثابت کنه که بی‌عرضه نیست، که پای اشتباهش یعنی اشتباه ما تا آخرش وایساده و میخواد جبران کن. باید به سنگترانی خبر بدیم بابا. نکنه یه بلایی سرش بیاره. خسارتت هرچی باشه میدم. پولتو به راخ من نکش. اون سگا داشتن منو میکشته. تو پول کلو میگیری که این خطرها رو بکنی دیگه. صد بار بهت گفتم اینو. حاضر نیستم به خاطر حماقت توی تو جونمو بدم. تمدون با این بلایی که سرت آورده یعنی ترسیده، یعنی ما به هدفمون رسیدیم. هدفمون؟ من دیگه واسه تو کار نمیکنم. اگه میبینی اینجا به خاطر اینکه اون حیوان گفت بیام اینجا و بهت بگم که همین الان برمیگره پیش ارباب تو، از طرف من بهش میگه که با دست خودش گور خودش کنده. ولی مرگش اصلا آسون نیست. اصلا دردناکه، خیلی دردناکه. بهش بگو خودشو برای مرگ آماده کنه. حالا میفهمی چرا من برات کار نمی کنم. چون روبروی من یه مرد مرده ایستاده. خب خیلی هم بد نشده. منم شدم مرد مرده. چیکار میخوام بکنی آقا؟ میرم سراغش. خطرناکه. از اون هر کاری بگی بر میاد آقا. برگ برنده دست منه. اون فیلم چشم اسفندیاره. هر چقدرم رو این تن باشه یه نقطه ضعف داره که اونم پیش منه. ولی آقا علی و زهر مار، من راه رفته رو بر نمیگردم تا میقد وسط حرف من اما اگر نیار. من میرم سراغش، تنها میرم بدون تو. این چه نظرم بردار از اینجا ببر. چشم نمیخوام وقتی دارم با تمدن حرف میزنم صدای ناله هاشو بشنوم. من باش معامله میکنم.
راستشو بخواین منصور خاکپور یکی دو دفعه من گفت، نه اینکه روک بهم بگه و نه تو لفافه، بهم گفته بود که اگه من برم اون ور آب، اگه جاگیر بشم اوضاعم خوب بشه، میتونیم یه کارکاسبی نون آبدار با هم را بندازیم. هیچ وقت بهم نمیگفت منظورش چیه. من خیلی سعی کردم از زیر زبونش بکشم ولی یه جوری بود احتیاط میکرد. فکر کنم منظورش عتیقه و زیر خاکی و از این داستانا بود ولی نمیگفت دیگه، مثل اینکه از یکی میترسید. از کی؟ اون دفعه هم بهتون گفتم یه نفر بود، اگه وقت و بی وقت حتی نصف شب هم زنگ میزد منصور جوابش رو میداد. بعضی وقتا که بعد زنگش یهو شال و کلاه میکرد، نصف شبی بی این که به من حرفی بزنه از خونه میزد بیرون. ولی من نمیدونم، این هر کی بود ازش خیلی حساب میبرد ولی واقعا من نمیدونم اون کی بود. بفرمایید. ببخشید، مثل اینکه بی موقع مزاحم شدم. نه بفرما تو مرد، شما که دیگه غریبه نیستی. سلام علیکم. آقا سلام علیکم. این وضعیت ما با پرونده شماست، بفرمایید. از قضا اومدم یه برگ دیگه به پرونده سیاه هم اضافه کنم و برم. شوخی میکنی؟ نه جدی میگم، دامادم گم شده. حامد حبیبی؟ نه هادی پازوکی، نامزد شبنم. نه این صغیره که گم بشه. والا یه چند روزه هیچ کس ازش خبر نداره. ظاهراً دنبال یه سرنخی در ارتباط با همین قضایای کارخونه و اینا بوده. لا اله الا الله. آقا مگه آگاهی چیه؟ مگه کلانتره؟ مگه مفتشی شنگشتیه؟ اصلا دنبال چه سرنخی بوده؟ نمیدونم والا. آقا مریم خانم دم داره، بهتره در با نکنیم بذاره بره. برای چی؟ قرارتون با تمدن دیرتون میشه. تو نمیخواد نگران باشی، در باز کن بیاد تو. سلام خسرو خود، یه کیک میپاید توی ماشین اصلی فن شما بریم بیاریم، من بخوام غافل گیرش کنم. بله. عجب آسمون ریسمونی، عجیبتر این که چرا یهو داماد بدشانست حواس تاو تو در آوردن زده به سرش افتاده دنبال پویا. والا چه عرض کنم؟ باید با دخترت حرف بزنم. یه پیشنهادم برای خودت دارم. تا اوضوع از اینی که از وخیم تر نشده، اگه حرف نگفته ای در مورد گذشتت داری به من بگو. امری داشته بابا؟ همین حالا میری دنبال کس و کار عادی پازوکی. عادی پازوکی دیگه کیه؟ داماد دوم تابشه، چند روزی گم و گور شده. چشم بابا. شرط منم خودت هم یادت نبود. البته ببخشید سر زده شد ولی خب کیفش به همینه دیگه، مگه نه؟ حالا یادت بود یا نبود؟ نبود. آخه
از امروز تا ابد روز تولدت فراموش نمیشه، چون من هستم. هر سال دور روز تولدت توی تقویم یه خط قرمز میکشم، کنارش هم می‌نویسم بهترین روز سال. نمیدونم، شاید روز لوس به نظر بیاد، ولی خب واسه تولدت ذوق زده شدم. یالا شمال فوت کن، داره آب میشه. نمیدونم واقعا چی بگم. امروز بهترین روز زندگیمه. واقعا؟ واقعا. اولین باره که بعد مرگ مادرم اسم میکنم یکی به فکرمه. یکی دلش برات شور میزنه. واسه دیدنت لحظه شماری میکنه. از نبودنت غمگین میشه، از بودنت هم خوشحال. بیا مامان جان، بیا تو همینجا. ممنون که هستی، ممنون که به یادم بودی. خب حالا بریم سراغ کادو. تقدیم به شما. به نظر من رنگ تو آبی آسمونیه، رنگ آرامش، رنگ صلح، رنگ وفاداری. خودت میبری یا میدوزی؟ بله که میبرم و میدوزم. حالا برو بپوش بیا با کیک و اینا عکس بگیریم. وای دیدی چی شد؟ چی شده؟ یادم رفت دوربین عکاسیمو بیارم. با موبایل میگیری؟ نه با موبایل خوب نمیشه. میشه، من برم بپوشم. نه شما چرا زحمت میشه؟ بچه ها یکی بیا سر این مترو بگیر. آخه زحمت میشه برای نه اشکلن. مواظب وای ای وای ای تو ببخشید تو خدا. اشکالی نداره، اصلا حواسم نبود. اشکالی نداره، هیچ نشه. ولی شکست فدا سر تو این دوربین، هزار بار تا حالا افتاده زمین. واقعا؟ آره. بیا اینم یه عکس برای اینکه بدونین دوربین هیچ اتفاقی براش نمیفته. آقا داره دیرتون میشه، باید راه بیفتی. خودم میدونم. چطوره؟ چقدر آبی بهت میاد؟ باید همه چی تو آبی کنی. حالا دیگه رئیس شمایی. چشم. خب یه کیکو بباریم. البته من فکرم تو اصلا وقت نداشته باشی، چون من همجور یهو پریدم وسط کار زندگیت. اختیار داری کار زندگی من شمایی؟ این همه وقت ما هدر دادی، 10 دقیقه هم روش. نه آخه من مرخصی ساعتی گرفتم، بعد داره دیرم میشه، زد دلشوره دارم. چرا رنگت پریده؟ نه خوبه. یه عکس یادگاری میگیریم میری دیگه. خب باشه، بذار من موبایل از تو میگیرم. بیا اینو آماده کن. بیا
خب من دیگه برم. ببخشید بازم وسط کارت اومدم. نه من تو بشین، من خودم میرم. به کارت برس. خدافظ. خدافظ. خانم شکی با عجل نکن، بیا سوی چت. سلام شبنم، خوبی؟ آقا عادی خوبه؟ شبنم، شب شام جایی قول نده. تو هادی مهمون من و محمد رضایین. میخوام شیرینی نامزدیمونو بهتون بدیم. نه نه یار دیگه، آخه من به محمد رضا گفتم که اصلا شما میاین. بیا تو شماره هادیو بده، من میدم محمد رضا باش تماس بگیره، راضیش میکنه. نه نه یار دیگه. یعنی چی؟ آخه کی؟ برای چی؟ الو الو شبنم، الو شبنم، تو یه بوزی نمیدونی لقب من چیه؟ میدونی یا نه؟ مرد مرده؟ میدونی با من در میافتی عوضی؟ میتونم طوری نیست نابودت کنم که حتی خوراک کرمای خاکی هم نشی. اگه بلای سر من بیاری؟ اگه برای سرت بیارم منظور چیه؟ یعنی اون فیلم مسخره میفته دست پلیس؟ تو انقدر کودنی که نمیفهمی. من انقدر آدم این ور اون ور مشتم دارم که هر مدرکی رو بخوام به دست میارم و نیست و نابودش میکنم. فکر میکن اون فیلم برای من خطری داره؟ اگه نداره برای چی من هنوز زنده ام؟ تو زنده ای چون من خواستم زنده بمونی. من خواستم بچه، وگرنه میفرستادمت هوا. تو زنده ای چون من از جنمت خوشم اومده عوضی. میخوام باهات معامله کنم. چه معامله ای؟ من اسم کسی رو که مجسمه ازش خریدم بهت میگم.
ولی انتظار دارم بعدش هیچ اثری از اون فیلم کذایی باقی نمونه. و اگه بو ببرم که از اون فیلم کپی تهیه کردی، شک نکن که میفهمم و بعد کاری میکنم که پرنده های هوا به حالت گریه بکنم و تو دودمان توی باد میدم. دودمان میدونی یعنی چی؟ دودمان یعنی اون مریم شکیبای پاپتی که چکای طلبکارای باباشو خریدی، بعد یه ماشین اسباب بازی روش خریدی که دلشو به دست بیاری. دودمان تو یعنی دختر دایی سرور با اون بچه های نازنین و معصومش، بهار و مسعود و مریم. از نرگس نمیخوام حرف بزنم که الان تو یکی از سالونای مود پاریس داره لباس انتخاب میکنه برای عروسی تو. تو خیلی کودنی ولی شجاعتت قابل تحسینه. من کلکسیون تو رو به نصف قیمت ازت میخرم. در ضمن اون فیلم باید برای همیشه از بین بره. اگه این دوتا شرط رو قبول داری بریم سراغ شرط سه. قبوله، هر شرطی باشه قبوله. اسمی رو که بهت میگم به تو الهام شده. اگه ازت پرسیدن باید بگی که اسرائیل بهم الهام کرده در مقابل خدمتی که بهش کرده. روشنه؟ و اگه زبون چرخیدویه و خواستی اشتباهی حرف بزنی باید یاد این شلیکا میفتی که ممکن بود نزدیکتر بخوره و ممکن بود به خودت اصابت کنه. جلال تابش اسم خیلی گرون قیمتیه. خیلی. الو شبنم، چرا بهم زنگ نزدی؟ از آقا هادی خبری نشد؟ نه من خوبم. من هر جور شده تو رو بعد امروز ببینم. نه تو کارخونه نمیشه. میدونم اما موضوع خیلی مهمیه. الان پشت تلفن نمیتونم بهت بگم. بعد ببینم رو در رو همه چی بهت بگم. مسئله مرگ و زندگیه. باشه دیدمت همه چی بهت میگم. الان تو خیابونم، آدرس رو برات میفرستم. منتظرتم. ها مریم، مریم Thank you.
الو، کار انجام شد آقا. از بیمارستان بود آقا، مریم شکیبا خودکشی کرده. کسایی که خودشونو میکشن انقدر خودخواهن که هیچ وقت فکر نمیکنن چه بلایی دارن سر اطرافیانشون میارن. کسی که الان داریم میریم پیشش راجب آدمایی که در گذشته با من دشمنی داشتن یه اطلاعاتی داره. صاحب این عکس‌ها دنبال کسی میگرده که باعث و بانی مرگ 3 نفر از افراد خانواده‌اش شده. گاهی به پشت سر نگاه کن، گم شدم اینجا، بازم به بیراه کشیدم راه دنیامو. هر بار سمت آدم ها دستامو وا کردم، این بار میگیرن به سمت قبله دستامو. گاهی به پشت سر نگاه کن، بغضمو بشکن. من دل بریدم از همه سمت تو رو کردم، از عمق جونم دستم و سمت تو میگیرم. دستامو محکم تر بگیر، من بی تو میمیرم. فکر می کردم به من پشت کردی، اما تو از من به احساسات من نزدیک تر هستی. من بد شدم، چشمامو بستم رو تو، اما تو با خوبیات روی بدی ها چشماتو بستی. ای تو قرار بیقراری های احساسم، با تو چه ترسی از غم و دلشوره ها دارم. وقتی که دستامو به سمت قبله میگیرم، از تو نمیشه لحظه ای چشمامو بردارم.